بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبو عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم و آرزوی قبولی طاعات و عزاداری های شما رو در این ایام دارم. انشاءالله که امام حسین علیه السلام خودشون با ید با کفایتشون اجر همه این عزاداری ها رو برای شما زیارت در اربعین رقم زده باشند. خب بحثی که ما امروز در خدمتون هستیم در مورد زیارت اربعین هست و خب مسائل زیادی گفته شده و خیلی ها رو مستحضر هستین. چیزی که بنده لازم میبینم که تذکراتی راجع بهش عرض بکنم این هستش که چه بکنیم که در این زیارت اربعین و همه زیارات حد اکثر استفاده رو ما از زیارت ببریم، چون در اونجا یک فضای معنوی بسیار گسترده‌ای فراهم هست که اگر ما اون فضا رو خوب بشناسیم و خوب بتونیم استفاده کنیم با دست پر برخواهیم گشت. ولی اگر شرایط ایدئالی رو نتونیم برای خودمون فراهم بکنیم، ممکنه که با حظ و بهره کمی برگردیم. بنابراین لازم هستش که ما راجع به شرایط حد اکثر استفاده مختصری صحبت بکنیم. خب ما باید بدونیم که یکی از مسائلی که در مورد زیارت هست که بخوایم زیارتمون حد اکثر استفاده بشه، این هستش که باید زیارت با معرفت باشه. اگر زیارت با معرفت صورت بگیره، هم اجر مادی بسیار بزرگی بعد از اون متوقع خواهد بود و هم ثواب معنوی بسیار زیادی. راجع به هر کدوم از اینها بنده مثالی عرض میکنم. یک نفری بدهکار بود و اومد خدمت امام حسین علیه السلام و بهشون عرض کرد که یا ابو عبدالله، بنده یک دیه کامله رو ضمانت کردم و الان از پرداخت اون عاجز هستم. فکر کردم که بیام نزد کریمترین فرد که شما باشین، از شما برای خودم کمک بگیرم که این دیه رو بتونم بپردازم. حضرت فرمودن که من از تو 3 تا سوال میکنم، اگر هر 3 تا سوال منو جواب دادی، تمام دیه رو من به تو خواهم پرداخت. اگر 2 تاشو جواب بدی، 2/3 رو به تو میدم و اگر 1 تاشو جواب بدی، 1/3 رو به تو خواهم پرداخت. این مرد با تعجب گفت که عرض کرد که آقا مثل شمایی از مثل منی میخواد سوال بکنه؟ حضرت یک قانون کلی رو فرمودن که انا قومون نعت المعروف علا قدر المعرفه. یعنی ما اهل بیت این گونه هستیم، اصلا قانون اینه که نعت المعروف علا قدر المعرفه، ما به اندازه معرفت شما بهتون اعطا میکنیم. هرچه معرفتتون بالاتر باشه، عطای ما به شما بیشتره، هرچی معرفتتون کمتر باشه، عطا کمتر. این یه قانون کلیه. حالا در کنار این البته این یک قانون هستش، ولی خانه کرم اهل بیت گسترده است و گاهی اوقات به افراد بسیار بی‌معرفت هم کرمهای زیاد میکنن، ولی همون افراد اگه معرفتشون بیشتر باشه، باز کرم بیشتری از اهل بیت دریافت خواهند داشت. خب بنابراین حضرت شروع کردن به سوال کردن. طرف عرض کرد که آقا بفرمایید، اگر بلد بودم که عرض میکنم، اگر بلد نبودم از شما یاد خواهم گرفت. حضرت فرمودن که ازش پرسیدن که ایل اعمال افضل، کدام عمل بالاتره، برترین اعمال چیست؟ خب وقتی که از ما یه همچین سوالی بکنن، ما غالبا میگیم نماز، روزه است، جهاد، این اعمال اینجوری بیشتر در نظرمون میاد. اما طرف فرد فهیمی بود، فرد باهوشی بود و به حال ارتباط داشت با این خاندان اهل بیت و از سفره اونها ارتزاق کرده بود و از علم اونها به دست آورده بود. برگشت گفت الایمان بالله. حضرت میپرسن کدام عمل بالاتره؟ او برمیگرده یک عمل قلبی رو در واقع میگه، ایمان به خدا. خب پس بنابراین ایمان خودش یک عمل هست و حضرت هم از او میپذیرن. بنابراین البته حالا این بحثات توضیحات زیادی لازم داره که ما به عنوان شاهد مثال میخوام عرض بکنم، توضیحش دیگه دوستان خودشون مراجعه بفرمان. فقط همین قدر من خلاصه عرض کنم خدمتون که حضرت اینو از رو قبول میکنن
و او میگه ایمان به خدا افضل اعماله. یعنی اگه بنده روزه بگیرم، نماز بخونم، هزارها انفاق بکنم، هزارها به مردم برسم، اگر ایمان به خدا نداشته باشم پس چیزی ارزش نداره. تمام خیرات، تمام کمک ها همش مشروط به این هستش که من ایمانم درست باشه. ولی وقتی که از ایمان بهره نداشته باشم، هر چه کار خیر بکنم فایده ای نخواهد داشت. خب سوال دوم میپرسم فمن نجات و نال مهلکه، راه نجات از هلاکت چیه؟ اگر ما بخوایم در این دنیا از تمام خطرات نجات پیدا کنیم چیکار بکنیم؟ خب ما که ضعیفیم، شیطان به جان ما میفته، ما رو خیلی راحت به زمین میزنه، چیکار بکنیم؟ عرض میکنه که از ثقت و بالله، توکل و اعتمادمون به خدا باشه. اگر ما اعتمادمون به خدا باشه و توکلمون به خدا باشه و متصل بشیم به قدرت الهی که لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ قدرتی نیست مگر از جانب خدا. بنده اگر بخوام خودم شخصا در مقابل شیطان بایستم قطعا نمیتونم، اما اگر برم در پناه خدا که پناه خداوند، خب همه دوستان میدونن اون کهفی که خداوند مشخص کرده، غاری که مشخص کرده که ما به پناه او بریم کیه؟ امام زمان علیه السلام و اهل بیت هستن. وقتی که ما در پناه خدا قرار بگیریم دیگه قطعا شیطان زورش به اون نخواهد رسید و ما رو نمیتونه به هلاکت بیاندازه. پس جمله دوم، راه نجات از هلاکت توکل به خداوند و اعتماد به خداونده. بعد حضرت میپرسن، اینو ازش قبول میکنن، میفهمن که فما یزین الرجل، زینت مرد چیست؟ عرض میکنه که علم معه حلم، علم داشته باشه که با او حلم هم داشته باشه، که این علمو با حوصله به دیگران هم ببخشه و به دیگران هم بیاموزه. میفهمن که اگر این نشد چی؟ عرض میکنه که مالون معه مروعه، مالی داشته باشه که جوانمرد باشه، این مالش در اختیار فقرا و بینوایان قرار بده، توحیدستان رو از مال خودش بهره مند کنه. میفهمن که اگر این هم نشد چی؟ یعنی اگر مال نداشت. عرض میکنه که فقرون معه صبر، فقر داشته، اگر فقر داشت صبور باشه، مرتب زبان به شکایت باز نکنه که خدایا چرا من فقیرم، چرا من ندارم، شکایت نکنه، صبر بکنه و خدا رو شکر بکنه. و بعد حضرت میفهمن که اگر این هم نبود چی؟ او هم یک جواب نقضی میده، میگه که خب یک همچین فردی مستحق این هست که از جانب خداوند عذابی برش نازل بشه و او رو از بین ببره، چون این لیاقت زنده موندن نداره. خب حضرت هم یک لبخندی میزنن به این جوابی که او داد و بعد هر سه جواب رو درست از او قبول میکنن. و بعد چگونه عمل میکنن؟ یک کیسه حاوی 1000 سکه طلا به او میبخشن. به این هم اکتفا نمیکنن، میگن این برو این دیت رو بده. انگشتری خودشون که 200 درهم بوده اون رو هم بهش میبخشن، میگن که اینم بزن به خرج زندگی خودت. ببینید ما با یک دریای کرم سر و کار داریم. اولا که امام حسینی که دوستان دارن یواش یواش راهی میشن به سمت اربعین حسینی و زیارت امام حسین علیه السلام، یه همچین آقای ما باش تماس داریم. قدر این آقا رو و این دریای کرم رو بدونه، چیزای کوچیک کوچیک نخواین، بریم و چیزای بزرگ از حضرت بخوام که ایشون دست توانا و دست دهنده و بخشنده دارن. خب حضرت این کیسه طلا رو در چه شرطی به او دادن؟ چون او معرفتش بالا بود، که قانون خود امام حسین علیه السلام از پیغمبر نقل می‌کنن که المعروف به قدر المعرفه، هر چقدر که معرفت داشته باشیم بهتون نیکی میشه. پس بنابراین اگر ما میخوایم از احسانهای مادی اهل بیت امام حسین علیه السلام در این سفر استفاده کنیم، کسی به بدهکار ازدواج میخواد بکنه، نمیدونم مریض داره، هر مشکل مادی که داره، باید وقتی که پا در این قدم میگذاره معرفتش رو ببره بالا. حالا عرض میکنیم که چگونه. پس این از اجر مادی که در اصل معرفت داره انسان پیش میاد. حالا چه اجرهای معنوی در این سفر برای ما پیش خواهد اومد اگر معرفت داشته باشیم؟ حدیث هستش که ظاهرا ابن عباس نقل میکنه، میگه که من دیدم که پیغمبر اکرم در حالی بودن که امام حسن علیه السلام روی گردنشون بودن و امام حسین روی شانهشون بودن، اینها رو میبوسیدن و خلاصه خیلی بهشون محبت شدید میکردن و حتی اینها میبوسیدن اینها. بعد دعا کردن برای امام حسن و امام حسین که اللهم وال من والاه ما، خدایا هر کس که این دو نفر رو دوست داره تو دوستش بدار، و عاد من عاداه ما، هر کس که با این دوتا دشمنی میکنه تو باهاشون دشمنی کن.
واله من واله هما یه معنی دیگه اینه که هر کس که اینها رو به سرپرستی قبول میکنه، تو هم اورانو رو سرپرستی کن و دستشون رو بگیر و هدایت کن به سمت خیرات و خوبی ها. بعد پیامبر رو میکنن به ابن عباس و یه جمله خیلی دردناکی میفرمان که میفرمان که ابن عباس که انی به، انگار من این اشاره میکنم به امام حسین علیه السلام، انگار که من دارم او رو میبینم، وقت خود بعد شیبتو محاسنش با خون خودش خذاب شده، با خون صورت و سر خذاب شده، شیبتهو مندمه ید او فلا یجاب. اینو خوب به ذهن بسپارید که باز به این عرضم برمیگردیم، به این فرمایش حضرت برمیگردیم. ید او فلا یجاب، میبینم که حسین محاسنش به خونش آغشته شده، مردم رو به کمک میخوانه اما کسی او رو جواب نمیده. و یستنصر فلا ینصر، از مردم طلب کمک میکنه، آی مردم به داد من برسین، اما کسی به ایشون جواب نمیده. قلت من یفعل ذالک یا رسول الله. ابن عباس میگه من پرسیدم آقا چه کسی همچین جنایت بزرگی رو میکنه؟ قال شرار و امتی، بدکاران از امت من این کار رو میکنن. ما لهم، چه شده برای اونها که بعد از من یک همچین جنایت رو انجام میدن؟ لا انا لهم الله شفاعتی، خدا شفاعت من رو شامل حال اونها نفرماید. بعد ادامه این حدیث میفهمن که ابن عباس من زاره عارفن به حقه، همون عرض اصلی که ما داشتیم میکردیم که آقا زیارت با معرفت باید باشه. حضرت میفهمن که هر کس که این حسین من رو زیارت کنه در حالی که عرفان به مقام او داره، حق او رو به خوبی میشناسه، که حالا عرض میکنه که عرفان و حق چیست، ثواب کسی که این حسین رو زیارت بکنه در حالی که عارف به حقش باشه این هست که کتب له ثواب الف حجه یا حجه، ثواب هزار حج بر او نوشته میشه، و الف عمره، هزار عمره بر او ثوابش نوشته میشه. علاوه من زاره فکأنما زارنی، هر کس که حسین رو زیارت کنه انگار که من رو زیارت کرده، و من زارنی فکأنما زار الله، هر کس که من رو زیارت کنه انگار که خدا رو زیارت کرده. و حق الزائر علی الله الله یعذبه بالنار، حق زائر، زائری که حسین رو زیارت کرده در واقع من رو زیارت کرده، در واقع خدا رو زیارت کرده، حق زائر خداوند اینه که او رو به عذاب جهنم عذاب نکنه. الا و ان الاجابه تحت قبته، بدونین این حسین اونقدر مقامش بالاست، اونقدر پیش خداوند عزیزه که دعا زیر قبه او مستجابه. و شفا فی تربته، در تربت او هم شفا خداوند قرار داده که هر بیماری که او رو بخوره از بیماری شفا پیدا میکنه. ول ائمه من ولده، اهل بیت نه امام بعد از امام حسین هم از فرزندان امام حسین علیه السلام هستن. خب پس بنابراین ما فهمیدیم که اجر کسی که معرفت به امام حسین داشته باشه انقدر بالاست که هزار حج و هزار عمره ثواب او هست. حالا در حدیث دیگه ای امام صادق علیه السلام می فرمایند من اتا قبر الحسین علیه السلام عارفاً به حقه، هر کس که بیاد در زیارت امام حسین در حالی که عرفان و حق او داره و او رو میشناسه، کتب الله له اجر من اعتق الف نسمه، کسی که هزار بنده آزاد کرده باشه ثوابش رو برو میدن. یعنی بنده نه یک اگر برم به زیارت امام حسین علیه السلام با معرفت، نه ثواب یک برده آزاد کردن، نه ثواب دو برده آزاد کردن، نه ثواب ده تا، هزار برده آزاد کردن ثوابش رو من خواهند داد، به شرطی که با معرفت باشه. زیارت امام حسین برای فرد معمولی هر قدمش یک حج و یک عمره ثبت میشه، ولی کسی که عارف به حق اونها باشه هزار حج و هزار عمره براش ثبت خواهد شد. و کمان حمل علی الف فرسن مسرجتن ملجمه فی سبیل الله، مانند کسی که هزار تا اسب، یعنی مثلا بنده الان یه اسب سوارشم برم باهاش جهاد بکنم، بعد یک روز دیگه حالا یک جهاد دیگه، یک اسب دیگه، هزار بار خلاصه من این جهاد رو انجام داده باشم، خداوند ثواب این رو بر من خواهد داد. خب پس بنابراین اهمیت معرفت در
امام حسین علیه السلام، در زیارت امام حسین علیه السلام بسیار بسیار زیاد هست. حالا سوال اینجاست که این عرفان حق چیست؟ ما چگونه میتونیم معرفت به امام علیه السلام پیدا بکنیم؟ که چند تا با توجه به احادیث و اینها چند معنی براش ما میتونیم در نظر داشته باشیم. یک، اولین معنی و مهمترین معنیش اینه که ایشون رو واجب الاطاعه بدونیم، امام مفترض الطاعه، یعنی امامی که خدا ایشون رو بر ما به عنوان امام قرار داده و وظیفه ما این هستش که از ایشون تبعیت بکنیم و مأموم ایشون باشیم. در حدیثی هست که امام صادق علیه السلام راجع به زیارت امیرالمؤمنین همین عرفان به حق رو توضیح فرمودن، فرمودن که هر کس که زیارت کنه امیرالمؤمنین رو عارفاً به حقه، در حالی که عرفان به حق حق ایشون داشته باشه، و انه الامام المفترض الطاعه، و بدونه که علی علیه السلام امام مفترض الطاعه است، یعنی امامیه که خدا اطاعتش رو بر ما واجب کرده. یعنی امیرالمؤمنین به عنوان یک آدم خوب، به عنوان یک قهرمان شجاع اینا نمیشناسه، نه، امامی که خدا مشخص کرده که بر من واجبه که از ایشون اطاعت کنم. و انه الامام المفترض الطاعه و خلیفه رسول الله، علی خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بلا فصل، بدون فاصله، بدون اینکه فاصله بیفته بین پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین، بلا فاصله ایشون خلیفه باشن، غیر متجبر بلا متکبر، زیارت کنه امیرالمؤمنین رو در حالی که ایشون رو امام بلا فصل میدونه و متجبر و متکبر هم نباشه. بعد خداوند برای او اجر 100,000 شهید ثبت میفرماید. خب حالا ما مشرف به نجف هم میشیم. این حدیث هم در رابطه با امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی خوب هستش که در نظرمون باشه که اگر عرفان به حق ایشون هم داشته باشیم، اجر 100,000 شهید رو خواهیم برد. خب عرفان به حق چیه؟ پس بنابراین عرفان به حق اولین معنی و مهمترین معنیش اینه که امیرالمؤمنین امام من الله و مفترض الطاعه که واجب است بر ما که به ایشون مراجعه کنیم و از ایشون اطاعت کنیم بدونیم. این اولین معنیه که برای شناخت حق امام هست. دومین معنی فقط در حد شناخت نیست که من امیرالمؤمنین رو مفترض الطاعه بدونم، این خوبه، اما دومین معنی اینه که از ایشون تبعیت هم بکنم، چون ممکنه یک مقامی برای امیرالمؤمنین من قائل باشم در از تئوری و نظری و اعتقادی، ولی در عمل از ایشون تبعیت نداشته باشم، نه، اینم باز حق ایشون رو به جا نیاوردم. دومین نکته که عرفان حق شاملش میشه این هستش که من فرمایشات ایشون رو انجام بدم. از امام باقر علیه السلام حدیث هست، سوال میکنه راوی که ما حق الامام علی الناس، حق امام بر مردم چیه؟ فرمود حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا، حق امام بر مأموم اینه که حرفاشو بشنون و اطاعت کنن. پس بنابراین نه تنها ما باید امیرالمؤمنین و امام حسین و امام حسن و همه اهل بیت رو مفترض و طاعه بدونیم، بلکه حق اونها این هستش که فرمایشاتشون رو اطاعت کنیم. و مرحله سوم این هستش که میفرمان که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل هست که میفرمان که حق الامام علی الرعیه الوفاء بالبیعه، که اینم خیلی بحث مفصلی داره که انشاءالله در جلسات آینده مفصلا بهش خواهیم پرداخت. حق امام بر رعیتش چیه؟ این هستش که رعیت وقتی که با او بیعت میکنن در این بیعت وفادار باشن، یعنی پشت امامشون باشن، اگر امامشون ازشون یاری خواست بیان یاری کنن، تو صحنه باشن، پشت امام خالی نکنن. همانند مسلم ابن عقیل که اومد نماینده امام حسین اونجا در کوفه، اول بیعت کردن بعد همه گی پشت از ایشون خالی کردن. نه، حق امام این هستش که مردم وقتی که بیعت میکنن وفا به بیعت داشته باشن، و معنی خوب وفا به بیعت این هستش که امام رو یاری کنیم. نصرت امام در واقع یک مصداق خوبی هست برای وفا به بیعت. و آخرین بحث این هستش که در مورد حق امام این هست که میفهمن که اون کسایی که جلو افتادن از امام و اون کسایی که عقب بودن از امام به امام برسن، ملازم امام بشن، نه افراط کنن نه تفریط، نه جلو بیفتن از امام نه عقب بیفتن. این حق امام هست، یعنی باید با امام باشیم. که در ادعیه و زیارات زیاد داریم که از خداوند میخوام که ما رو انگج علنی معهم یا معکم، خدا رو ما رو
با اهل بیت قرار بده. این با اهل بیت بودن حق امام هست که ما باید با اونها باشیم، نه افراد کنیم و نه تفریط. خب اینها شناخت اهل بیت بود که ما شناخت حق اهل بیت بود که اگر بخوایم از زیارت حد اکثر استفاده رو ببریم باید اینها رو به خوبی بشناسیم. حالا مصادیق اینها چیه و چگونه ما میتونیم ازش استفاده بکنیم انشاءالله در جلسه آینده مفصلا خدمتون عرض خواهیم کرد. خداوند انشاءالله همه ما رو از عارفین واقعی به اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.